بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره عنکبوت رو آغاز میکنیم. سوره های قرآن همطور که میدونید بسیاریش اسامی طبیعی داره، بعضی هاشم اسامی حیوانات هست، از بزرگترینش گرفته فیل تا کوچکترین مورچه، سوره نمل، البته سوره نحل هم داریم، زنبور عسل، سوره انعام هم داریم، چارپایان، و علاوه بر سوره هایی که اسم حیوانات هست در متن سوره ها نام بسیاری از حیوانات برده شده و به هر حال از اونها هم استفاده شده، مثل پشه مثلا یا شیر یا خیلی حیوانات دیگه. این عنوان از آیه 41 این سوره گرفته شده. در این سوره تجربه 7 امت رو نشون میده، از دوران حضرت نوح گرفته تا ابراهیم و لوط و شعیب و الی آخر، 7 تجربه تاریخی رو، 7 هم خودش معنا داره. و نتیجه که میگیره میگه مشکل این امت‌ها چی بوده؟ مشکل اصلیشون رها کردن خدا و چسبیدن به این طاغوت‌ها، جبارها، دیکتاتورها. میگه ان الذین، اونهایی که بجز خدا رو میپرستن، مثالشون مثل چیه؟ چطوری میشه فهمید؟ میگه مثال اینا تکیه به خانه عنکبوته. میگه نه آهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اگه علم داشتن میفهمیدن سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. خانه ای که اینا برگزیدن خیلی سسته، خیلی پوشالیه. خود اونا مثل عنکبوت دست و بال اینا رو میبندن و شیره جانشون رو میکشن. بنابراین با یه مثال خیلی محسوس و ملموس نشون میده که چه تکیه‌گاه های پوشالی آدمیان انتخاب کردن. این در واقع آیه 41 که اسم سوره هم از این آیه کلیدی اتخاذ شده. اما سال نزول این سوره حدود 10 یا 11 بعثت. میدونید مسلمان ها 13 سال در مکه بودن در شرایط بسیار سخت، سال 13 هجرت کردن به مدینه. در طول این مدت مکه آزارها، شکنجه‌ها، کشتارها فراوان بود. پیامبر کسانی رو به حبشه فرستادن جانشون نجات پیدا کنه. اوج این سختی‌ها در همین سالای 10 و 11 که دیگه همه راه‌ها بسته شده، مسلمان‌ها به شدت تحت فشار و آزار بودن. از سال 11 که یه دریچه کوچیکی باز میشه، یعنی ایام حج، همینطور که در ابتدای سوره روم هم عرض کردم، در ایام حج مردم همه قبائل عربستان میامدن مکه. مکه یک بازار مکاره بود، یک در واقع گرد همایی سالیانه برای فروش محصولات بود، هم برای اون میامدن هم برای زیارت، چون همه بت‌های اینا 300 خورده بت در داخل کعبه بود. بنابراین یه مرکز دنیایی اخروی بود برای خودشون. آخرت که قبول نداشتن البته، یعنی هم عبادت بود و هم تجارت. پیغمبر از این موقعیت استفاده کردن. در سال 11 اینایی که از قبائل دیگه می آمدن سعی می کردن با اینا صحبت بکنن، یه راهی، یه مفری برای خروج از این تنگنای مکه به دست بیارن. 6 رو سال 11 به تور زدن. این 6 رفتن، سال بعد با 12 اومدن، 12 از بزرگان شهر یثرب که بعداً مدینه نام گرفت بودن. این 12 رو خودشون پیامبر باشون پیمان بستن، سال 12 با 75 اومدن. اینطوری بود که پیامبر یه راهی بیرون از مکه گشود و با اینا پیمان بست و سال 13 شبانه فرار کردن برای اینکه کشته نشن. همون شب هم همینطور که میدونید ریختن به خانه پیامبر
از نماینده ددوازت و قبیله که با هم بکشن او رو که در خونش شریک باشن. برحال این سال دهم قبل از این راه های نجات پیدا شده، بنابراین شرایط بسیار سختی است. اینی که در مقدمه این سوره در 12 آیه اولش منهای الف لام میم یه اصول کلی رو برای هر مبارز راه آزادی، برای هر مؤمنی که میخواد خداپرست باشه توضیح داده. یعنی منهای الف لام میم که خودش یه آیه حساب شده تا آیه 13، یعنی 12 آیه بعدش که این مقدمه سوره است. بعد از اون وارد ماجرای 7 جامعه، 7 تجربه پیامبران و امتهاشون میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم رو که توضیح خدمتون قبلا دادم، به اجمال باز عرض میکنم. 6 تا سوره در قرآن با الف لام میم آغاز میشه. 2 تاش در انتهای قرآن، سوره های بلند، سوره بقره و آل عمران که هر دو مدنیه، در دوران مدینه نازل شده. 4 تاش از همین سوره 29 عنکبوت آغاز میشه، 29 و 30 و 31 و 32. اون 3 تای قبلی رو قبلا خوندیم. این آخرین سوره است که با الف لام میم آغاز میشه در این ردیف سوره هایی که خوندیم. این 4 تا مکیه. پس دوران مکه 13 سال اولیه حال و هواییه، یه مسائلی مطرحه. دوران مدینه به گونه دیگه، ولی این 6 تا سوره از یه موضوع صحبت میکنه به زبانهای مختلف. اگه خاطر نبوده باشید قبلا هم عرض کردم، به قول مرحوم طباطبایی در تفسیر المیزانش میگه سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارند مطالبشون هم با هم خویشاوندن، اشتراک مضامین وجود داره. حالا اینا رو توضیحاتی قبلا دادم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. همه این سوره ها یک نوع سختی و مشکلات و مصیبت هاست که مؤمن رو آبدیده میکنه، میسازه. همینطور که عرض کردم 12 اصل در آغاز سوره مطرح میکنه. اولیش احسب الناس ان یترکوا، آیا مردم حساب میکنن، میپندارن که یترکو یعنی ما ترکشون بکنیم، رهاشون بکنیم، کاری به کارشون نداریم. ان یقولوا آمنا، همینی که بگن ایمان آوردیم مسلمون شدیم تمام میشه دیگه کار، قضیه تمومه، خدا فقط همینو میخواست که عده بگن ما مؤمنیم. و هم لا یفتنون، به فتنه نمیفتن، فکر میکنم به فتنه نمیفتن. واژه های متعددی در قرآن وجود داره که معناش امتحانه، یکی فتنه است، یکی خود امتحان، یکی ابتلا، یکی اختبار، یکی تمحیص یعنی پالایش، تسویه یا تمخیز. در فارسی ما میگیم باید آدم امتحان بده، ولی در زبان قرآن واژه های متعددی است که البته با هم یه تفاوت هایی داره. معنای اصلی فتنه قرار دادن طلا یا نقره در بوته است، در کوره که داغ میکنن، حرارت میدن، در حرارت های مختلف ناخالصی های طلا یا نقره ذوب میشه، آخرش این فلز ناب و خالص میمونه، به این میگن فتنه. معناش اینه که انسانم به طور مجازی در کوره ابتلاعات باید قرار بگیره، در سختی ها وقتی قرار میگیره منیتاش، تنبلیهاش، خودخواهیاش یواش یواش میریزه و اون جوهر نابش، اون گوهر انسانیش آب دیده میشه، صیقل داده میشه. میگه فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در زیر و رو شدن زندگی، سختی ها و مشکلاته که جواهرات درون انسان شناخته میشه که کی چی کار است. خب میگه شما فکر میکنین همه تمام شد؟ در قرآن این کلمه احسبه خیلی تکرار شده. آیا مردم اینطوری حساب میکنن؟ ام حسبتم، آیا اینطوری فکر کردین؟ از حساب میاد دیگه. 18 بار فکر میکنم این موضوع آمده.
خیلی موارد زیادی است، من یه اشاره به بعضیاش میکنم. میگه شما فکر میکنید که داستان اصحاب کهف اینا از آیات عجیب ماست، شما به نظرتون عجیبه یا 300 سال خوابشون برده؟ نه عجیب نیست. یا میگه شما کوها رو جامد نگاه میکنید، فکر میکنید جامده، آیا حساب میکنید جامده؟ و جامد نیست، مثل ابر داره حرکت میکنه. یا میگه که شما فکر میکنید ما این استخونای پوسیدتون رو جمع نمیکنید، اینطوری حساب میکنید؟ آیا حساب میکنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ فکر میکنید همینطوری به حال خودتون رها شدین؟ آیا فکر میکنید هیچ کسی شما رو نمیبینه؟ آیا فکر میکنید مال و داراییتون شما رو جابید میکنه؟ آیا فکر میکنید که همینطوری داخل بهشت میشید؟ آیا اونایی که به جز خدا اولیا انتخاب میکنن فکر میکنن هیچ اتفاقی نمیفته؟ 18 بار این گمانهای ما رو، چه گمانهایی راجب فیزیک جهان، چه راجب آخرت، راجب دنیا، یعنی نشون میده پندارهای ما، دو تا چهارتاهای ما، حساب کردنهای ما الزاماً درست نیست. ما با معیارهای خودمون داریم جهان رو میبینیم. یکیش هم اینه که ما فکر میکنیم که مسئله ایمان زبانیه، شناسنامهیه، همینی که ما شناسنامون مسلمون باشه، شیعه باشه، آخرت خداوند صف ما رو جدا کرده، اینا مسلمونا هستن، اینا 12 امامی هستن، اونا نیستن. اینا حسابای سوری ماست، ظاهری ماست. یکیش اینه که مردم فکر کردن که همینطوریه دیگه دنیا، ما ولشون میکنیم به صرف ایمان، به ادعای ایمان. نه، اساس جهان رو امتحانه. دانشگاه که همینجوری کسی وارد بشه که بهش لیسانس نمیدن. اصل دانشگاه زحمت کشیدنه، درس خوندن، فداکاری کردنه. یه دورانی باید تحمل این سختی ها رو کرد. پس این اولین چیزی که در واقع داره میگه ملازمت فتنه با ایمانه، ایمان با فتنه توامه. هر کی ایمان آورده باید منتظر باشه به دردسرای آیندهش برای اینکه ساخته بشه. این اصل اوله. آیه دوم، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما قبل از اینا رو هم امتحانشون کردیم، یعنی پیروان امتهای پیشین رو هم، اینا که نوبر بهار نیوردن، اینا که به مکتب تو ایمان آوردن مسلمون شدن، پیروان موسی، عیسی، همه اینا هم دوچار دردسر شدن. در جای دیگه از پیامبر میفرماید که شما خیلی نگران نباشین که حالا مشکلات برای شما زیاده. پیروان عیسی رو تو درخت میذاشتن، ارهشون میکردن، درخت تو تنش خالی بود، اره از وسط سرشون میذاشتن دو نیم میکردن. داستان گلادیاتورها رو بخونین، چگونه جلوی شیر و ببر و پلنگ مینداختن، اینا رو پاره پاره میکردن. یعنی در طول تاریخ در واقع همیشه همینطور بوده. خب قبلیام امتحان شدن، برای چی؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این ف یعنی پس، نتیجه. لیعلم و لامش تاکید، نون آخرش هم تاکیده. یعلمه، یعلمه یعنی بداند، یعلم الله یعنی حتما بدون شک و تردید خدا باید بداند. چی رو بداند؟ الذین صدقوا، کیا راست گفتن؟ همه میگن ما مؤمنیم، قبول داریم، همه میگن ما وطن پرستیم، با حرف که نیست این حرفا. ولی علمن الکاذبین، خدا باید بفهمه کی دروغ میگه. دروغ یعنی عملا با اون چیزی که به زبان آورده تفاوت داره رفتارش. این کلمه فلی علمن، این فعل 4 بار در این سوره تکرار شده، این آیه و آیه 13 9 یا 13 بله 13 فکر کنم بله. خب یعنی چی؟ بعضی ها گفتن خدا که همه چی رو میدونه و چی رو میخواد بدونه، میگه شما باید امتحان بدین تا من بفهمم که کی راست گفته کی دروغ گفته. خب با یه دیدی میشه گفت بله، خدا بیرون زمانه، بیرون مکانه. خدا خودش خالق زمان و مکانه، برای ما باید یه زمانی بگذره تا بفهمیم یک پروسسی به کجا کشیده، یه جریانی به کجا منتهی میشه. خدا که بیرون از زمانه، خالق زمانه، که منتظر نمیمونه. بعضیا میگن پس معناش اینه که تا شما بدانید یا بر شما مشخص بشه. ولی خب خدا که کلمه کم نداشت، میتونست اینجا بگه که
تا شما بدانید، کلمه شما بدانید هم هست، لتعلم، تا بدانید کی راست میگه، کی مردم تا بفهمن. بارها تو قرآن گفته نا لنعلم، ما حتما میدونیم، یا ان الله یعلم، با قطعیت گفته خدا میدونه. حالا توی ترجمه که خدمتون دادم تو پاورقیش میتونید بخونید، مواردش رو همه رو آوردم. چرا اینجا گفته تا خدا بداند؟ چرا نگفته که میداند، حتما میداند؟ به هر حال شاید منظور این باشه که خدا به زبان ما تو عالم ما حرف میزنه، ما تو محدوده زمان زندگی میکنیم، پس باید تحقق پیدا کنه. بعضی هم گفتن که نه، خدا همینی که به ما آزادی داده، اختیار داده، همه موجودات جهان طبق قانون از پیش تعیین شده دارن اداره میشن، زندگی میکنن، فقط و فقط و فقط انسانه که خدا از روح خودش درو دمیده و بهش اختیار داده، اراده داده. پس تا انسان یه کاری نکنه چیزی به وجود نیامده که علمی بهش تحقق بگیره. بعضی هم این رو مطرح کردن که انسان آنچنان موجودیه که باید یه کاری بکنه تا چیزی پدید بیاد تو دنیا، تا علمی بهش تحقق بگیره. یعنی در واقع خدا در وجود ما یک نوع استقلال مطلق قرار داده. حالا البته خیلی یا اکثریت مردم اینو قبول ندارن، میگن نه حتما خدا میدونه، ولی حداقل ظاهر این کلمات نشون میده خدا میگه که تا من بدونم. و این مطلب بارها تو قرآن تکرار شده، نگفته من حتما میدونم، شما باید بدونید، تا من بدونم. خب اینم اصل دومه که استمرار تاریخی فتنه، اصل استمرار تاریخی فتنه. پس این مشکلات مال مسلمان ها نیست، در طول تاریخ بوده. این اصل دوم. اما اصل سوم، حالا این دوتا در مورد مؤمنین بود، سومی راجع به جبهه مخالفه، اونا که اذیت میکنن، شکنجه میدن، آزار میدن. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا اونایی که دارن تبهکاری میکنن، سیئات رو انجام میدن، ام حسب، اونا میطوری حساب میکنن که از ما جلو میزنن؟ یعنی از نظامات ما پیشی میگیرن، از ملک خدا خارج میشن، قوانین ما رو پس میزنن، میتونن این کارو بکنن؟ اینطوری فکر میکنن که اونا اقتدار دارن، سلطه دارن؟ سا ما یحکمون، عجب بد تصوری میکنن، عجب بد قضاوت و حکم میکنن. اینم در واقع محکومیت قطعی تبهکارانه. اونا فکر نکنن که حالا خدا آزادی داده، اختیار داده، تو دنیا یه مهلتی داده، کاری به کارشون نداره، اینا در رفتن از این سیستم، از این قانون. تو روزگار ما میکنه که صد بار چراغ قرمز رد بشه و نگیرنش، فکر کنه که خبری نیست، در حالی که رکوردشو نگر داشتن، میخوان ببینن این تا کی ادامه میده. خیلی وقتا آزاد میذارن تا بشناسن که طرف چی کار میکنه. اصل چهارم، من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من کان یرجو، کسی که امید داره، رجا داره به چی؟ به لقاء الله، به لقای خدا. لقای خدا رو عمدتاً مفسرین قیامت گفتن دیگه، چون به هر حال دنیای حجابای جلو چشم ماست، نمیبینیم حقایقو. وقتی پرده ها بره کنار در آخرت، مسائل روشن بشه، مثل اینکه حقایق برای ما واضحه، همه چی. میگه فبصر و کلیوم حدید، چشمت امروز تیزه، همه چی رو خوب میبینه. حالا لقاء الله به معانی دیگه هم آمده، یعنی ما هر یه صفحه ای از این قرآن که میخونیم، این کلمات کلمات خداست دیگه، به اندازه یه گام به سمت خدا، به ملاقات او داریم نزدیک میشیم دیگه. این پیامای خداست، کلمات خداست، هی او رو بهتر میشناسیم. هرچی جلوتر بریم، پله پله به لقای خدا نزدیکتر میشیم. این تعبیریست که آقای طالقانی توضیح داده، میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو یه تلاش سخت و دشواری رو داری میکنی و میرسی به اون، هی
کتاب یا معلمی هم آدم میخونه تو مدرسه، پله پله به اون هدف مدرسه که فارغ التحصیل شدن هست، لیسانس گرفتن آدم داره میرسه دیگه، آخر میرسه به اوج اون رشته‌ای که انتخاب کرده. این خطاب به مؤمنینه. شما اگه امیدوار به لقای خدا هستید، ارتباط پیدا کردن با خدا، دایالوگ برقرار کردن با خدا هستید، لقا، تلاقی، ملاقات همینه دیگه. خب عجل خدا میرسه، این عمرم که بالاخره سر میاد، قیامتم که در پیشه، و هو السمیع العلیم، خدام که میشنوه حرفای شما رو، نیازهای شما رو، دعاهای شما، همه چی رو میدونه. پس اگه تو دنیا زحمتی هم بکشی، تلاشی هم بکنی، بالاخره این دوران عمر به سر میاد و هر کسی به کارنامه عمل خودش خواهد رسید. خدا هم که غایب نیست، تو مقابل خدا هستی، کاملا داره باهات حرف میزنه خدا، تو با خدا ارتباط داری و همه چی رو میدونه. پس نگران چی هستی؟ دلواپس چی هستی؟ ببینین همه اینا رو ببرین تو اون سال دهم در اوج اون مشکلات، یه اقلیتی که امید به زنده بودنشون هم نداشتن، از کجا میدونستن 40 50 سال دیگه دنیا رو میگیرن؟ اون موقع اصلا تو اون شهرم برای یه هفته آینده شونم امید نداشتن. پنجم، و من جاهده، هر کسی که تلاش بکنه، جهاد معنای تنها نظامی نداره، خود مبارزه فرهنگی با این آیات قرآن هم میگه جاهد بهی جهادن کبیرا، به پیامبر میگه با این قرآن جهاد کبیری به پا بکن با منافقین، نه که بجنگ با اونا. پیامبر هرگز با منافقین نجنگیده، یه منافق هم در طول زندگی پیامبر کشته نشده، ولی میگه با قرآن با اینا جهاد با کن، یعنی تلاش بکن به اینا بفهمون، تبیین بکن، توضیح بده، آشنا بکن، علاقمندشون بکن. معنای جهاد یعنی تلاش زیاد، تلاشی که با قبول رنج و زحمته. ما صبح تا شب خیلی کارهای رو زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، ولی دنبال کار و کسب و درآمدمون هستیم، وقت میذاریم دیگه، ولی بعضی کارها توام با محرومیته. این تلاشی که میکنیم پول در میاریم، ولی تلاشی که آدم میکنه درش کتک خوردن، زندان افتادن، جان باختن، همه اینا هست. جهاد معناش در واقع تلاشی که بپذیر که باهاش هم میخوای بدی، مایش هم میخوای بذاری. هر کسی که جهاد بکنه، البته جهاد نظامی هم جز بشه، فانما یجاهد لنفسه، به نفع خودش کرده، به نفع خودش کرده. ان الله لغنی عن العالمین، ان تأکید 100% مسلمن، خدا لغنیون، لامش هم باز تأکیده، غنی یعنی بینیاز، عالمین هم یعنی مردم جهان، انسان ها. خدا که نیاز نداره شما برای او تلاش بکنید، زحمت بکشید. رئیس دانشگاه یا مدیر مدرسه که نیازی نداره به درس خوندن شاگردان، هر کی هرچی بخونه برای خودش خونده. میگه این جهادها تلاش هاییست که نفس خودتونو داره میسازه. اینم اصل پنجم بود که رنج و تلاش نیاز ذاتی انسان، این اصله. اما اصل ششم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. حالا اونایی که ایمان میارن و کارهای اصلاحی میکنن، صالحات نگفته چه کاری، هر کاری که تو جامعه شما صالحه، اگه مشکل اخلاقیه سعی کنید بد اخلاقی ها رو اصلاح کنید، اگه اقتصادیه به داد مردم برسید تو این واویلای اقتصادی، اگه سیاسیه با ظالمین مبارزه بکنید، اگر فرهنگیه، هر چی که هست تو جامعه، اونایی که کارهای اصلاحی میکنند، لن و کفرن، نه این لن و کفرن هم باز هم لامش تأکیده، همنون کفره یا تکفیر یعنی پوشوندن، یعنی پاک کردن، میگن کفاره گناه نیست، کفاره روزه، این روزه نگرفتی، خب چی میپوشونتش، پاکش میکنه، کفاره بده. لن و کفرن یعنی پاک میکنیم از اونها سیئاتهم، کارای اشتباهشون و کارای بدشون. یعنی تو اگه تو مسیر درست قرار بگیری، ایمان و کار اصلاحی، گذشتت، کارای بدت پاک میشه. اینا خیلی طبیعیه دیگه، یه کسی
ورزش نکرده باشه مشکلاتی پیدا می‌کنه. وقتی شروع بکنه به ورزش کردن، یواش یواش اون عوارض جمع شدن چربی و نمیدونم خیلی چیزای دیگه، مشکلاتی که به وجود میاد، خب اینا پاک میشه دیگه، اینا عوض میشه. اگر هر روشی رو، هر رژیمی رو عوض بکنیم، آثار بد گذشتهش پاک میشه دیگه. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. لنجزینهم باز لام و نونش تاکیده، این جایی که با این دو تاکید میاد یعنی 100% اصلا تردید نداشته باشید، بهتر از اون چیزی که عمل کردید خدا به شما اجر میده. تو 10 قدم گذاشتید، 100 قدم خدا به سمت تو میاد. فکر نکن حالا این پولی که دادی، این زحمتی که کشیدی از دستت رفته، حتما بهتر از اون یا به مقیاس بهترین کاری که انجام دادی خدا رو تو داوری خواهد کرد. اینم در واقع ششمی میشه، مکانیزم پاکسازی نفسانی. هفتم در واقع موانع راه رو میگه، چه موانعی حالا در این راه خدا وجود داره. از والدین شروع میکنه، والدین که از هر کسی به آدم نزدیکترن، ممکنه در یه مواردی به جایی که در طول راه خدا باشه در عرض هم قرار بگیره. یه مثال میزنه، و وصین الانسان به والدیه حسنن. ما نیکوکاری، حسن رو نسبت به والدین، به انسان توصیه کردیم. در قرآن بعد از توحید هیچ چیزی مهمتر از نیکویی به پدر مادر نیست، همه جا داره این رو میگه. با وجود اینکه انقدر والدین اهمیت دارن، و ان جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم، ولی اگر تلاش کردن، جاهدا که اون دو نفر پدر و مادرت، اصرار کردن، فشار آوردن، تو رو در تنگنا قرار دادن که چی؟ لتشرک بی ما لیس لک به علم، در چیزی که علم نداری بخوای شرک ببرزی. منظور چیه؟ اون موقع که پیامبرین پیام‌های توحیدی رو مطرح می‌کرد، عمدتاً هم جوان‌ها گرایش پیدا می‌کردن دیگه، یاسرها نمیدونم امثال اونها، بلالها، خیلی از پدر مادرها نمیذاشتن، درد سر میزنن میکشن، مگه نمیبینی جلو چشمت نمیدونم این همه کشته شدن، شکنجه شدن، چه کاری؟ پدر مادر دوست دارن بچه هاشونو، میخوان آسه برن آسه بیان، درد سری براشون نباشه. بنابراین تبعیت از فرمان پدر مادر یا اصرار و فشار اونها یعنی صرف نظر کردن از راه توحیدی و ادامه دادن همون کارهای شرکامیز، بت‌پرستی ها. و خیلی هم اتفاقا اینطوری جذب شده بودن. تو جنگ بدرم بسیاری از این جوانایی که مسلمون شده بودن همراه پدر و مادرشون آمدن، با مسلمونایی که در مدینه بودن جنگیدن و کشته شدن. اینا که نمیشناختن اونا کیان، ولی تو ترس پدر و مادر رو درواسی اونا اینا هم رفتن دیگه تو جبهه جنگ بدر. حالا البته ما یه چیزی راجع به گذشته میخونیم، در زمان ما مگه غیر از اینه؟ آیا فقط اینا اون موقع مطرح بوده یا امروزم اگر یه جوونی احساس میکنه وظیفه داره بیاد تو خیابون تظاهرات بکنه، عضو حزبی بشه، اعتراضی بکنه، هر چیزی، کاری که تو زمان ما خیلی هست، پدر و مادرم که راضی نیستن اغلب با این کارا. تو باید دانشگاه درستو تمام بکنی، بیرونت میکنن، نمیدونم توی مرحله فوق لیسانس مثلا اجازه نمیدن، یا اگه دبیرستانی گزینش دانشگاه راهی نخواهی داشت. یه مانع بزرگ همیشه والدینن، نه روسونیت، نه نهایت عشق و علاقه، نمیخوان بچهشون دچار مشکلی بشه. نرو بیرون از خونه، این کتابو نخون، اینو گوش نکن، با این رفت آمد نکن، این حرفا همیشه هست، همه جا هستش. تو داستان اصحاب کربلا که یادتونه که امام حسین برای رفتن به کوفه که دعوت کرده بودن، اول مسلم رو فرستاد بررسی بکن ببین وضع مردم چگونه است. میگن 30,000-40,000 نفر دور مسلم جمع شدن، چه تظاهراتی، چه جمعی. یواش یواش اون جبهه ابن سعد و ابن زیاد اینا شایع کردن که سپاه یزید داره میاد، هی مادر پدرها اومدن جووناشون رو بردن، مگه جونت گذشتی؟ هی فیلمش هم حتما دیدین، هی یواش یواش رفتن، بالاخره مسلم تنها موند، اونم مجبور شد شب خونه هانی بمونه، هانی ابن عروه.
که بالاخره اونم ریختن، دستگیرش کردن، دیگه 7-8 تا که بیشتر نبودن و کشتن مسلم رو، 30-40 هزار نفر به 3-4 نفر تقلیل پیدا کرد. نقش پدر و مادرها از ترس جان فرزندشون، اینا همیشه یک عامل هست. بنابراین اینجا یه خطری رم نشون میده که حتی عزیزترین کسانت ممکنه مانع راه خدا بشن. اگه احساس کردی که این دوراهیه، دوراهی انتخابه، خدا رو میخوای یا عشق و علاقه به همسرت، به فرزندت، به پدر و مادرت، بالاخره یه جایی این دوتا ممکنه در تعارض قرار بگیره. اگه قرار گرفت، فلا تطعهما، در این مورد میتونی ازشون اطاعت نکنی، نه همیشه، تو همه کار. الیه مرجعکم، یادت باشه همتون پیش من برمیگردید، فانبئکم بما کنتم تعملون، به این اعمالتون فردا خبر خواهم داد. این در سوره لقمان هم داشتیم شبیه اینه، یادتون باشه خوندیم و یکی دو ماه گذشته. البته سوره های دیگه قرآن گفته که حق نداری که صداتو بلند کنی جلوی اونا، فلا تقل لهما افن، اف هم حق نداری بگی. میگه حتی هم اگر تو رو به شرک مجبور کردن، در این کار میتونی اطاعت نکنی، ولی صاحب هما فی دنیا معروفن، دنیا در دنیا بسیار باهاشون مؤدبانه و مهربانانه رفتار کن. یعنی به صرف این که اونا دنبال شرکن، دنبال ارتجاعن، دنبال ظلمن، ستمن، هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که رفتار یک فرزند مسلمان بتونه به پدر مادرش عوض بشه. فقط میتونه استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه در این مورد خاص. خب اینم در واقع موانع راه بود که از مهمترینش شروع کرده بود. اما بعدیش، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و کارهای مثبت کردند، لندخلنهم فی الصالحین، اونا رو داخل میکنیم در گروه صالحین. اینم در واقع پیوستن به جبهه صالحان است. این دعای انبیاء تو قرآن، دعای ابراهیم، دعای پیامبرانه که میگه الحقنی، ابراهیم میگه خدایا منو در حالی که تسلیم تو هستم بمیران، و الحقنی به صالحین، منو در جرگه صالحان وارد کن، گروه شاگرد اولا، خدای کاری کن منم جزء اونا باشم، به اونا بپیوندم. این یک وعده خیلی بالاییه. این در قرآن فکر کنم 12-13 بار اومده، پیوستن به صالحان، داخل اونا شدن. به قول قرآن میگه اونا که اهل ایمان عمل صالحن، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کیا رفیقن؟ من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا و حسن اولئک رفیقن. چقدر جالبه که رفیقای آدم پیغمبران، صالحین، صدیقین اینا باشه. میگه اینا میپیوندن به اونها. اینم یه تشویقی است که این زحمتایی که میکشین بی بهره نخواهد بود. آیه بعدی که در واقع اصل دهمه، رفیقان نیمه راه رو معرفی میکنه. و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم میگن ما ایمان آوردیم به خدا، ولی فاذا اوذی فی الله، وقتی که در راه خدا دچار اذیت میشن، شکنجه، آزار، دستگیری، گرفتاری، تهدید، جعل فتنة الناس كعذاب الله، این فتنه و آزاری که از مردم میرسه اینو مثل عذاب خدا تلقی میکنن. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی آدم مسلمونیه، در راه حق میره، مؤمنه، ولی وقتی گرفتار مشکلات میشه دیگه میبره، قول معروف، کم میاره، میذاره کنار. یعنی اون باهایی که لازمه برای این کار بده نمیخواد بده دیگه. میگه که اگر کسانی به آگاهی و شناخت رسیده باشند، تکلیفی برای اونها ایجاد میشه که نمیتونن تکلیفو تعطیل کنن. مگه میتونه انسان در برابر بدبختی و بیچارگی مردم سکوت بکنه به خاطر محافظه کاری خودش؟
میگه تو اگه تعطیل بکنی عذاب خداست. اون عذاب که شوخی نداره با 4 تا چکی که به تو بزنن، کتکی که بزنن، حالا چند سالم تو زندان باشی. حضرت علی که حکومت رو پذیرفتن، جالب توضیح میدن، میگن لولا حضور الحاضر، اگر شما نیامده بودید و حجت بر من تموم نشده بود. و بعد و ما اخذ الله علی العلماء، پیمانی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته، الله یغار رو علی کذت ظالم، که آگاهان حق ندارن بر ستمگری ظالمان سکوت بکنند، و سقب مظلوم، بر گرفتاری و گرسنگی و درد رنج مظلومان. میگه این پیمان خداست از آگاهان، میگه کسی که آگاه شده میتونه اینا رو زیر پا بذاره، ندیده بگیره. این همه کسانی که خونشون ریخته میشه، این که همه کسانی که تو زندان هستن آزار میبینن. خیلی راحته که آدم بگه به من چی، اصلا نه اخبارم نه خون و هیچی، به من چی که امثال نداها و سهرابها و غیره همه اینا کشته شدن، مردم 70% زیر خط فقر هستن، تاراج داره میره ثروت مملکت، به ما چه، نه کاری به ظالمان داریم نه به مظلومان، دم غنیمت است، خوش باش، کار خودتو بکن. این همین داره میگه. میگه مگه میتونی اگه آگاه هستی ندیده بگیری، یا مثل کپک سرتو زیر برف بکنی؟ این عذاب خدا داره. از بقیه مردمی که ناآگاهان انتظاری نیست، ولی قشر آگاه جامعه مسئولن. هر چیزی رو که آدم فهمید به همون نسبت بارش سنگین‌تر شده. خب میگه که بعضی از مردم اینطوری هستن، میگن ایمان آوردیم، ولی وقتی اذیت میشن میگه این به اون در. مشکلات مردم به عذاب خدا. ولا انجا نصر من ربک، حالا اگه پیروز شدی، حالا اگه اتفاقی افتاد، موفقیتی به دست آورد، لیقولن انا کنا معکم، یا ما با شما بودیم. ها یعنی اگه مشکلات رفیق نیمی راه میذاره کنار، ولی منافعی باشه، سودی باشه، همیشه ادعا داره که به سهم ما چی شد. اولیس الله بأعلم بما فی صدور العالمین، خدا نمیدونه تو دل مردم چی میگذره، در سینه های مردم چه خبره. یعنی میتونه فریب بدن خدا رو، هر جا منافعشون ایجاب بکنه میاد یه ذره درد سر باشه نمیخوان مایه بذارن. در سخنان امام حسین علیه السلام هست، میگه الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان. فاذا محسوب البلا، وقتی که گرفتار بلا میشن، قلت دیانون، خیلی کمن دین داران. میگه از دین، دین سر زبانشونه، و دینو لعقون علا السنته هم، یا لعقون علا السنته، دین زبانیه براشون، ولی وقتی که پیچیده میشن به سختی ها، قلت دیانون، دیندارا خیلی کم میشن. قرآن هم میگه و من الناس من یعبد الله علی حرفن، بعضی از مردم خدا رو رو لبه ای میپرستن، این لبه یعنی افتادنیه. فاین اصابه او خیرون، اگه منافعی داشته باشه جا پاش محکم میشه، و اگه گرفتاری بشه از این ور سقوط میکنه، یعنی جای پاش ثابت نذاشته. من یادم اون سالای 50 که اون مبارزات چریکی اینا بود، یادتونه اون مجاهدین اولیه که بودن، مرحوم حنیف نژاد و اینها، تو زندانی خوابی دیده بود حنیف نژاد، دوستانی که باش بودن تعریف میکردن، میگفتن خوابت اونا همه تیربارون شدن اون موقع. میگفت من خواب دیدم که بچه ها همه توی وانتی، وانت بزرگی سوارن، از این وانتایی که سربار بازم هست، پوششی نداره، ما یه راه سختی رو، سربالایی رو داریم، توی کوه میریم، و دائما این وانه تو دست انداز میفته این ور اون ور، هی یکی یکی میافتن این ور اون ور. اون بالا که رسیدیم دیدیم ریختن، اکثرا افتادن در مسیر. یعنی یه همچی خوابی از تعریف میکردن که محمد آقا یه همچی خوابی دیده بود تعریف کرده بود، هم خودش و همون یارانی که بودن اونا خب اعدام شدن، و میخواست در واقع بگه که ما راه سختی رو انتخاب کردیم و پله پله هر کسی میفته، باید دید که چقدر برای ایمانشون مردم باها قائل هستن. من بارها ایمیلی داشتم از خانمایی که محجبه هستن، بارها میگم شاید بیش از 10 بار، که امریکا شرایط سختیه، کار به ما نمیدن، مشکلات هست، چیکار کنیم، ما تو فکر اینه که مثلا برداریم. من همیشه میرسم، من نمیگم بذارید یا بردارید، کاری به این ندارم، ولی اگه خودت به این رسیدی که این
لازمه، هر کسی باید باهاش هم بده دیگه. چطور یهودیا کلاشون رو بر نمیدارن، هندیا شکلشون. اگه تو معتقدی به این، حالا من کاری ندارم لازمه لازم نیست، تو این جامعه همونقدر ضرورت داری یا نداره، اون بحث دیگه است. ولی اگه تو به این رسیدی که این اعتقاد طالبش داشتی، به خاطر اینکه حالا کار بگیری یه مقداری سخت‌تر میشه، درآمد کمتره، بخوای رها کنی، یعنی حاضر نیستی برای اون چیزی که بهش باور داری مایه بذاری دیگه. بحث اینه که به اون اعتقادات خودمون چقدر پایبندیم، چقدر حاضریم براش خرج بکنیم. همینجوری بله، زبانی خیلی ساده است ایمان. وليعلمن الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، اینم اصل 11 تا خدا بشناسد کسانی رو که ایمان آوردن، وليعلمن المنافقين، بشناسه منافقین. منافقین کیا هستن؟ نفاق یعنی دورویی. تو میگی من مسلمونم، میگی مؤمنم، خب پس چی؟ چه فرق میکنه با اونایی که نگفتن؟ این میشه نفاق. نفاق یعنی دو چهره بودن. اینم در واقع میدان شناخت ایمان از نفاقه. خب آیه بعدیش اصل 12 یا 11 میشه. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اونایی که کفر ورزیدن، این اونایی که قبول ندارن این حرفا رو، ندیده گرفتن، به مؤمنین میگن چی؟ اتبعوا سبيلنا، بابا بیاین تو خط ما، بیاین دنبال ما. ولنحمل خطاياكم، خطاهاتون به حساب ما، به گردن ما. چقدر مشابه میشنویم نمیشنویم؟ بابا بل کن، به حساب من، کاریت نباشه، من پاسخگو. اینم یه فریب دیگه. یه کسانی که آدم دوست، همکار، شریک، روابطی دارن، بای بابا دلت خوشه، به حساب من. آدم فریب میخوره دیگه، فکر میکنه، یعنی اینو ساده انگاری است، ساده نگری است. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، سر سوزنی هم اینا حمل کننده خطای دیگری نیست. هر کسی در وجود خودش، در نفس خودش تحقق پیدا کرده خطا، مگه ممکنه کسی این بار رو برداره؟ انهم لکاذبون، دروغ میگن، چنین چیزی نمیتونه، عملی نیست در دنیا. ولیحملن اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم، حتما حمل خواهند کرد بارهای گناه خودشون رو، و اثقالن ما اثقالهم، بارهایی با بارهای دیگران، هم گناه خودش رو حمل کنه و هم گناه فریب دیگران رو. وليسألن يوم القيامة، روز قیامت هم بازخواست خواهند شد 100%. ليسألن، هم باز تأکیده، اما کانو یفترون، از این افتراهایی که میانه، افترا یعنی من در آوردی، یه کسی از خودش چیزی در بیاره، کی گفته یه همچی چیزی که به حساب من کارید نباشه، من جوابگوش هستم، کی گفته این حرفو، کجا در نظام خدایی هم چیزی قابل قبوله؟ خیلی هم تصورشون راجع مراجع تقلیدشون هست که ما پیش خدا میگیم آقا ما که عامی بودیم، اونا عالم بودن، به من چه، اون مرجع، هر کاری اون کرد. یه همچی چیزی وجود نداره. در قرآن گفته لا تقف و ما لیس لکه بهی علم، تا علم خودت پیدا نکردی دنبال هیچ چی نرو، چون خودت مسئولی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا مسئولا، چشم و گوش و عقلت پاسخگوه، خودت باید بفهمی. یعنی چی آقا اینو گفت؟ به حساب آقا، اون مرجع، اون نمیدونم ولی امر، این حرفا اصلا وجود نداره، همه مسئول عمل خودشون هستن. خب تا اینجا این 12 اصل که برای هر کسی که ایمان واقعی میخواد بیاره و در راه ایمانش خرج بکنه، مایه بذاره از جانش و مالش، این 12 اصل هست. یه مقاله چند سال پیش بنده نوشته بودم که در اون کتاب در سایه سرو آزادی هم چاپ شده، اگه خونده. عنوانش بود قیام حسینی در قالب سوره عنکبوت. از این 12 اصل استفاده کرده بودم، مراحلی که در قیام حسینی گذشته، اونو انطباق دادم که چگونه دقیقاً اینها اتفاق افتاده. این 12 مورد از رفیقان نیمه راه گرفته، از پدر و مادرایی که مانع شدن، این هر کسی در راه حق میره، این اتفاقات براش میفته. باید
این نتورک رو در واقع این 12 اصل رو در نظر داشته باشه. حالا از این به بعد 7 تجربه تاریخی رو نشون میده. حالا تا حالا تئوری بود، حالا میاد به صورت کاربردی اپلاید در واقع توضیح میده. اولینش از نوح شروع میکنه که چه سختی هایی بوده، به کجا رسیده. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. نوح لبسه یعنی درنگ کرد، به سر برد، فیهم در قومش 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال تبلیغ کرده. حالا ما نمیدونیم آیا انسان ها در اون دوران، چون اینا هزاره های پیشه، اوضاع احوال جوی فرق داشته، همه عمر بیشتر میکردن، یا نوح عمر خاصی داشته. تو تورات که میگه تازه بعد از 950 سال که طوفان آمد، 300 سال هم بعد از طوفان با اینها زندگی میکرده، خدا میدونه. ولی به هر حال اینجا حالا چرا نگفته 950 سال، میگه 1000 سال منهای 50 سال. درست همین چیزایی که تو این جامعه میفروشن 99 برای اینکه به ذهن مردم کم بیفته، 100 دلار میگه 99 کم بیاد، یا جریمه راهنمایی که میخواد بکنه یه رقم 116 نمیدونم 115. یعنی اعداد بعضی وقتا کم جلوه میکنه، وقتی میگه 99 و 99 سال آدم فکر کنه این از 100 دلار خیلی کمتره، ولی نه فرق نمیکنه. شاید دلیلش اینه که اول میگه 1000 سال، حالا منهای 50 سال. شاید هم مردم نمیتونستن، عربای زمان نزول قرآن اصلا بلد نبودن اعداد بشمارن، فقط اعداد کلی رو 100 و 1000 مثل بچه ها که یاد میگیرن، دیدین این وسط ها رو نمیتونن، اول اعداد کلی رو یاد میگیرن، جامعه سواد نداشته دیگه. فاخذه هم و طوفان و هم ظالمون، اینا ستم میکردند، چون ستم میکردند طوفان اینا رو فرا گرفت. فانجیناه و اصحاب سفینه، ما او رو نجات دادیم و سرنشینان سفینه رو، یعنی کشتی رو. و جعلناها آیتن للعالمین، اینو یه پرچمی، یه علامتی برای جهانیان قرار دادیم. هم یهودی ها، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها، داستان طوفان نوح تو تاریخ دیگه یک کلید شده دیگه، یه علامتی شده. خب یه نمونه، بابا یه پیامبر 950 سال تبلیغ کرده، چند نفر بهش گرایش پیدا کردن؟ حالا کشتی فکر میکنی جز مثل این کشتی تایتانیک بوده، یه کشتی شاید مثلا 30-40 نفر توش جا میگرفتن، چه میدونم راندمان 950 سال چقدر بوده، چه زحماتی کشیدن پیامبران و مؤمنی تا به دست ما الان رسیده امروز. میخواد بگه ببینید از کجا شروع شده 950 ساله پیامبر، و همه هم قرآن میگه هرچی حرف میزد انگشت و گوششون میکردن، این چیزشون رو میداختن رو سرشون، نبیننش، نشنون. حالا از ابراهیم صحبت میکنه، یه نوجوان. ابراهیم تنها بوده، میگه ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، یه امت، یه نفری بود، یه نفر شروع کرد. و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، به قومش گفت خدا رو بپرستید، پروای او رو داشته باشید، خودتون رو کنترل بکنید در برابر فرامین او، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این به نفعتون اگر بدونید. انما تعبدون من دون الله اوثانن، اینایی که به جز خدا دارید میپرستی اینا سنگ هایی بیش نیستن، اوثان جمع وثنه یعنی بت، اینا یه بت هایی بیشتر نیستند. و تخلقون افکن، اینا رو به دروغ خودتون ساختین، اینا که واقعیت نداره، با سنگ و چوب ساختین و یه نسبت هایی میدین. ان الذين تعبدون من دون الله، اونهایی که به جز خدا شما میپرستید، لا یملکون لکم رزقن، رزق که دست اونا نیست. فابتغوا عند الله رزق، رزق و نزد خدا بجویید. و عبدوه، فقط او را عبادت کنید. وشکرو لهو، فقط شکر نعمت او را بکنید. الیه ترجعون، به سوی او برید برمیگردید. اولی میگه انما تعبدون، ما تعبدون یعنی آنچه به جز خدا عبادت میکنید. خط بعدش میگه الذین تعبدون،
ما یعنی آن چیزایی که دیگه شیء بت ها، ولی الذین کیا هستن؟ اونایی که پشت نظام بت پرستی هستن، متولیان بتکده، اونایی که دنبال حرفای اونا هستید، نظام بت پرستی که اونا کردن. یعنی هم اون نمادهای بت پرستی، هم اون انسانها یا فرشتگان یا هر چیزی که فکر میکنید پشت این نظام بت پرستی است، اینا که هیچ نقشی ندارن در جهان. خب اینم اشاره به نمونه ابراهیم. یه نفر بود، پدرشم بت‌ساز بود، بت‌تراش بود، همه جامعه هم باش مخالف بودن، یه نفر بود. بعدن فقط خواهرزادش لوط بهش ایمان آورد که هجرت کردن، از اون سرزمین رفتن، از پدر و مادرش گذشت، از خون و زندگیش، شهرش گذشت، خاطراتش گذشت، دوستاش گذشت، از همه چی گذشت. کجا رفت؟ وسط بیابان برهوت خشک سوزان عربستان که اونجا یه مدرسه توحید را بندازه، شاید یه دلشون هوای اونجا رو بکنه. داره نمونه به ما میده که بابا اون که 950 سال زحمت کشید، اینم که یه نفری بود توی جامعه. الان ابراهیم افتخار دنیاست، همه رقابت سر او دارن. میخواد بگه ببینید چه مشکلاتی مؤمنین در طول تاریخ داشتن. داره این اصلای کلی تئوریکو به صورت عملی تو تاریخ داره به ما نشون میده. یکی فیزیک به صورت تئوری داریم، یکی کاربردی داریم دیگه، یه ریاضیات که در فیزیک مورد استفاده قرار میگیره. جملات بعد تا بریم سر داستان بعدی، جمله معترضه است. تا اینجا برای که مسلمانایی که اینا رو میشنیدن خوابشون نگیره، از این به بعد خطاب خودشون دراله میگه. چند تا آیه حالت جمله معترضه این وسط میگه و بعد وارد داستان بقیه که بعدن خواهیم خوند. این چند تا رو الان بخونیم. ان تو کذبو، پیامبر، حالا اگه تو رو تکذیب میکنن، خطاب پیامبر اسلامه، فقط کذب اممون من قبلکم، امتای قبل از تو هم مثل این نوح و ابراهیم که داریم اشاره میکنیم، اونا هم تکذیب شدن، بنابراین چیز تازه‌ای نیست. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، وظیفه رسول چیه؟ تو فقط باید بگی. بلاغ یعنی ابلاغ، تو فقط باید ابلاغ بکنی، اونم مبین، آشکارا، بدون پیچیدگی سخنان فلسفی و سخت. بارها تو قرآن اومده، یکی دوتا هم نیست، هیچ جا قرآن وظیفه اجرایی به دوش پیامبر نذاشته، فقط میگه وظیفه تو گفتن همین و بشارت به اونا که میپذیرن، هشدار به اونا که نمیپذیرن. هشدار امنی خطر داره، نکنید این کارو. وظیفه اجرایی پیامبر رو ملت به گردنش گذاشتن، حکومت که رفت تو مدینه. قرآن هیچ جا چنین چیزی رو نه که خلاف قرآن بوده باشه، یعنی اون یه امر مردمیه، اون دموکراسیه، اون وظیفه است که هر کسی در قبال جامعه داره. نبوت پیامبر ربطی به حکومت نداره، حکومت دینی نداره، اصلا مسئله جداییه. حالا یه بحثیست که فرصتی نیست که خدمتون عرض بکنم. خب ما علی رسول الا البلاغ المبین، فقط ابلاغ برای پیامبره، تو نقشی که نداری. اولم یرو کیف یبدو الله الخلق ثم یعیدو، آیا اینا نمیبینن که خدا چگونه آفرینش رو آغاز کرده بعدم برمیگردونه؟ یعنی بهار رو ندیدن که قبلش زمستون بود، همه چی خوش شده بود، خدا بهار اول گیاها رو زنده کرده، بعد مردن دو مرتبه بهار زنده کرده. این همه دارن میبینن نسل های جدید به دنیا میان، پیرا میمیرن، تو حیوانات، تو انسان ها، نمیبینن اینا رو؟ فکر میکنن بوتا این کارا رو داره میکنه؟ نمیبینن که خدا خلقت رو آغاز میکنه بعدم برمیگردونه؟ ان ذالک علی الله یسیر، این کار که برای خدا خیلی آسونه، میسره. و چرا آخرت رو انکار میکنن؟ قل سیرو فی الارض، بهشون بگو برید سیر بکنید، برید سیر و سفر بکنید. در قرآن 7 بار گفته که چرا سیر نمیکنید؟ افلم یسیرو، آخه چرا نمیرید مسافرت؟ مسافرت برای شناخت طبیعت. 7 بارم گفته حتما سیر بکنید، بیشتر البته جنبه تاریخی داره، سیر کنید ببین عاقبت امتهای پیش، کشورهای دیگه، تمدنهای دیگه به کجا رسید. اون موقع سواد نداشتن تاریخ بخونن، کتاب تاریخ نبوده 1400 سال پیش، بعدن اینا پدید آمده. باید برفتن ببینن دیگه، خرابه ها رو باید برن ببینن. یه جا هستش که میگه برین سیر بکنید،
برای پیدایش منشأ حیات در کره زمین. همین آیه است. قل سیرو فل ارض، برید سیر بکنید که چی؟ فنظرو، بعد نظاره بکنید، دقت کنید، کیفه بعد الخلق، خلق یعنی حیات از کجا ابتدا شده. ثم الله ينشئ نشأة الآخرة، خدا سپس آخرت رو هم همینطوری انشاء خواهد کرد. این در واقع خطاب به آیندگان اون موقع که نمیفهمیدن. حالا زمین شناسا، زیست شناسا، اونا که فسیل شناسی میکنن، دیرین شناسن، چطوری پیدا کردن که خلقت کی آغاز شده؟ تمام این رگه های زمین، آثار حیاتی که در قشر های مختلف وجود داره، میگه برید در زمین، بشینین تو خونه، به دست نمیارید. این همه آثار استخون های دایناسورها و فیل ها و ماموت ها، اینا کجا پیدا کردن؟ رفتن تو زمین گشتن پیدا کردن دیگه، لایه های زمین رو. تمام گذشته تاریخ کره زمین تو خودشه، برید پیدا بکنید از کجا آغاز شده. یعنی همین کاری که داروین کرد. حالا این هم بهش فوش میدن، بزرگترین خدمت رو کرده به پیشرفت علم شناخت تاریخ و تحول نمیدونم انواع موجودات که رو کره زمین آمده. ما بعد میکردیم، حالا امثال اونها رفتن. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری قدیره. قدیر رو ترجمه میکنن توانا، ولی توانایی است که از قدر یعنی اندازه و نظام و هندسه گذاشتن. خدا چون مسلطه بر هر چیزی نظامی گذاشته، قدرت بر جهان داره. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء، شما خدا رو نه در زمین میتونید به عجز در بیارید نه در آسمان. یعنی این ببخشید. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون، خدا عذاب میکنه اون کسی رو که بخواد و یرحم من یشاء، مورد مشمول رحمت میکنه اون کسی رو که بخواد. نه اینکه هر کی به هر کیه دل بخواهیه. مشیت یعنی نظامات و قوانین، یعنی چون قوانین خدا گذاشته، طبق اون قوانینش کسانی عذاب میبینن. عذاب یعنی محرومیت از نعمات دیگه. تو مدرسه هم کسی درس نخونه، نمیذارن بیاد کلاس بالاتر، اونم عذاب میکشه، آبروش میریزه، نومید میشه، خرجی که کرده از دست میره، یه سال دیگه هم باید. اینو بهش میگن عذاب. معنای عذاب محرومیت از عدم تأمین خواسته هاست در واقع. خب بیه دیم که لایق باشن، شایسته باشن، اونا مشمول رحمت خدا، نمره میگیرن، میرن کلاس بالا دیگه. و الیه تقلبون، به سوی او تقلبون. ما داریم دائما منقلب میشیم دیگه، زیر و رو میشیم. کجا میریم آخر؟ این همه تحولات به سوی خداست همه داریم میریم. خیلی جا ترجمه میکنن الیه تقلبون و الیه ترجعون، به سوی بر میگردیم. نگفته بر میگردیم. ساحران که اون معجزات حضرت موسی رو میبینن، ایمان میارن، فرعون میگه میکشمتون، اعدامتون میکنم، دست و پاتون در جهت عکس هم قطع میکنم، میگن دیگه ترسی نیست، انا الیه منقلبون، ما منقلب شدیم دیگه. این انقلاب، منقلب شدن ها به کجاست؟ به سوی خدا داریم منقلب میشیم. یعنی این تحولات نیکو، انقلابات روحی، این انقلابات به صلاح فیزیولوژی که از نظر به صلاح جسمی موجودات، همه به سمت خدا داره به کمال میره. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، شما عاجز کننده نظامات خدا، قوانین خدا، نه در زمین و در آسمان نمیتونید باشید. یعنی نظاماتی هست، قوانینه، چیکار میتونید بکنید؟ میتونید عاجز بکنید این نظاماتو؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، به جز خدا هیچ کسی یاری ندارید. ولی یعنی یار، نصیر هم یعنی یاور، یار یاوری هم ندارید، کسی به کمکتون نمیاد. و آخرین آیه، والذین کفروا بآیات الله و لقائه، اونایی که نشانه های خدا رو، آیات خدا و لقای او رو، ملاقات خدا رو در آخرت یا رسیدن به خدا و ارتباط با خدا رو تو دنیا انکار میکنند، اولائک یأسوا من رحمتی، اونا از رحمت من مایوس شدند. و اولائک لهم عذاب علیم، اینا عذاب دردناکی دارن. ما به نظرم میاد که مایوس شدن
اشکالی نداره. من فقط یه یادآوری میکنم از یعقوب پدر حضرت یوسف در سوره یوسف راجب یأس و عرضم رو تمام میکنم. یوسف گم شده، سالیان درازه که خبری ازش نیست، برادر کوچکش هم رفته اونجا گیر افتاده، برادر بزرگم نیومده، یعقوب هم چشماش نابینا شده از اشکی که ریخته، گریه‌ای که در فراق یوسف و فرزندان داره، بچه‌هاشو که میفرسته همه نامیده کجا بریم دیگه، چه خاصیتی داره، چه فایده داره، هی میگن تو انقدر به یاد یوسف هستی که آخر میمیری. آ یوسف که تمام شد، 20 ساله نمیدونم کمتر بیشتر، هنوز داریم فکر میکنیم. میگه برید بگردید، برید دنبال اینها، ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشید، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، جز مردم ناسپاس از رحمت خدا کسی مایوس نخواهد شد. یعنی رحمت خدا انقدر بیکرانه که آدم باید خیلی بی چشم رو باشه، حق ناشناس باشه که بگه نه نمیشه، یعنی مطلقاً مایوس نباید شد. برای هر چیزی خداوند راه نجاتی قرار داده. این چند تا آیه آخر همینطور که عرض کردم حالت جمله معترضه داشت، در لابلای داستان ابراهیم آیه بعد که حالا انشاءالله دفعه بعد خواهیم خون برمیگرده به همون داستان ابراهیم. این وسطش برای اینکه خوابمون نبره فکر کنیم همش داریم قصه میخونیم، به مخاطبین زمان نزول گفته ها حواستون جمع باشه، حالا ما باید اینا رو جمله معترضه خطاب به خودمون تلقی بکنیم، با مادر صحبت میکنه. صدق الله العلی العظیم.